با درود بیکران بار دیگر با شما هستیم در برنامه دیگر از پادیابند و امروز من مهتاد رهیبی میزبان برنامه دیگری هستم با دو دوست عزیز جناب خانم دفتریان از پاریس و جناب آفتین از سعودی. برنامه من خوش آمدید. سپاسگزارم. در حال حاضر مطرح میشه نگاهی به پاسداشت جانوران و پیرامون زیست از دور دیروز تا نزدیک امروز. به هر حال آنچه که امروز ما بینیم از نظر جانورکشی در جمهوری اسلامی و آنچه که در هفته گذشت که 300 سگ رو به آتش کشیدن و تیر خلاص به اونها زده است، جدن هر فرد جانور دوستی رو و هر فرد انسان دوستی رو که این جانور به عنوان با وفاترین جانور خوانده شده و حتی در کشورهای در ارتشها از اونا بهره میگیرن برای اینکه بتونن جان افرادی که زیر آوار هستن رو بیان نجات بدن، نه فقط این بلکه همراه سربازان در کنار اونها میان و میجنگند رو ما نمیتونیم بیایم و فراموش بکنیم. و جالب برای اینکه در هیچ یک از رسانه های گروهی و رسانه‌ای که درباره اپوزیسیون درباره مسائل صحبت می‌کنن صحبتی از جانورکشی نکردن، همینطور که در سالهای متمادی درباره صده‌های خاموشی که ما داشتیم چه از نظر قتل عامی که در اسلام ما یافت کرده بود در صدر اسلام یافت کرده بودیم، همینطور در باره کتابخانه هایی که از جندی شاپور گرفته تا نیشاپور و اسکندریه و غیره و اینها هزاران هزار تالارهای کتاب را اینها به آتش کشیدن، پس ابایی نمیتونن داشته باشن از نظر جانورکشی، اون هم سکه در اسلام نجس است. با جناب آقای آبتین شروع میکنیم به عنوان پژوهشگر که از نظر چقدر اسلام شناس و پژوهشگری که درباره مسائل میتونن ابراز عقیده بکنن، به هر حال نظر شما درباره این آنچه که در هفته پیش رخ داد به چه گونه است؟ چرا در رسانه‌های گروهی درباره این موضوع ما نشنیدیم با وجود اینکه هنانم در سراسر گیتی به ویژه در میهن باز هم مانده در بند، من آفتین آینه هستم در خدمت شما و بینندگان شما. ببینید، یک چیزی که بسیار مهمه در جهان هم‌اکنونی ما، مردمان جهان یک ژرف‌بینی گسترده‌ای رو که لازم و بایسته و شایسته است داشته باشن ندارن و به یک مصرف روزانه رو آوردن و یک آگاهی‌های اندکی که از رسانه‌ها با چارچوب دیدگاه دولت مردان خودشون و منافع عمومی برای آرام زیستن مردم به گونه ای سود میجویند برخوردار هستند و اون ژرفای هستی را دست کم به گونه ای به فراموشی سپردند. ما در جهان همکنونی ما زندگی با گرم شدن کره زمین و جانورانی که به گونه ای در جهان زندگی میکردن و همکنون در بین ما نیستن شاهدش هستیم. به گونه در ایران میشود گفت شیر وجود ندارد. شیر سمبل سرزمین بزرگ ایران باستان، فلاتار ایران، پهن ایران دیگر وجود ندارد. شیر ایران، ببر مازندران یا ببر هیرکانی یا تورانی یا ایرانی وجود ندارد. شوربختانه و بسیاری از نهنگ‌های گوناگون در دریا و بسیاری از جانوران ارزنده‌ای که لازمه ماندگاری جهان با اونا به گونه گره خورده است وجود ندارد یا در حال نابودی هستند. در این رابطه ما جهان ناامن و ناشایستی داریم. برگردیم به زیربنای چرا بدین گونه هست. هم که برشمردیم، جهان ما جهان ژرف اندیشی نیست و دیدگاه‌های گوناگونی بر او استوار شده که در این دیدگاه‌ها به جانوران نه اینکه اهمیتی نمیدن بلکه از اونا
یا میکشن یا میخورن یا سوء استفاده میکنن یا نابود میکنن. و یکی از اندیشه های بسیار جانور ستیز اندیشه و ایدئولوژی اسلام هست که در پیدایش نخستین روزهای حکومت محمد یا قدرت نمایی محمد در یثرب یا مدینه یهودنشین این کار به انجام رسید. یعنی با کشتن سگها فرمانش از سوی محمد پیامبر اسلام و کردارش از سوی علی نخستین امام شیعیان این کار به انجام رسید و تا همکنون ادامه دارد. یعنی تمام مسلمانان در درازای این 1400 سال، البته مسلمانان عقیده من که باور دارن به خود چارچوب اسلام و قرآن و بی تردید بسیاری از مسلمان ها نامشون مسلمان هست، باورمند نیستن یا دستورات اسلامی رو انجام نمیدن، فقط نامی از اسلام دارن. در نتیجه یکی از زیربناترین اندیشه های جانور ستیزی و محیط زیست و پیرامون ستیزی دیدگاه اسلام هست که شوربختانه تا همکنون ادامه داشته و همونطوری که در برنامه پیشنهاد گفتیم واپسین جنایت بزرگ یا رویداد دهشتناکی که به انجام رسید 300 سگ در اهواز با آتش کشیدن، یعنی برادران قاچاقچی مسلمان سپاه پاسداران بسیج با اسلحه‌های بسیار مدرن در واقع امپریالیستی هم به آنها تیر خلاص زدن هم آنها را در آتش روباز سوزاندن و این فاجعه بزرگ در جهان همکنونی ما به انجام رسید و آب از آب هم تکان نخورد. یعنی بجز گروهی از هممیهنان ما در رسانه های گروهی که در این زمینه کوشیدن که شوربختانه نمیشد نگاه هم کرد به قطر این فاجعه انگیز بود. باور کنید من وقت نگاهی میکردم به کشتار سوزاندن یهودیان 6 میلیون یهودی در کوره های آدم سوزی نازیست همون وحشت رو داشتم که همین وحشتی که 300 سگ رو سوزاندن. تازه این تنها 300 سگ نیست، یعنی سگای بسیاری در فارس در چند ماه پیش کشتن و سراسر ایران و این شوربختانه در میهن اسلام زده ما به انجام رسیده که باعث بسیار بسیار شگفت انگیز است و امیدواریم که تو این زمینه ما بتونیم کاربرد داشته باشیم. برنامه شما برنامه دیگه تو این زمینه که فراهم بشه اینو برجسته کنیم و نشان بدیم که این چقدر کار ضد آدمی و انسانی هست و چقدر شگفت انگیز هست این کار نادرست. به خاطر همین هم هست که رژیم اسلامی تا همکنون بیش از 30-40 نفر از دانشمندان از کارشناسای برجسته محیط زیست ما رو به کشتن ده. چرا کشتن؟ یکی از آنها میتواند همین پاسداشت جانوران در چارچوب جغرافیای ایران و مسائل دیگر اورانیوم که اگر زمانی بود که چرا دانشمندان محیط زیست و جمهوری اسلامی میکشه میتونیم به اون بپردازیم. با سپاس از جناب آپین از سوئد. خانم دفتریان، آنچه که مطرح شد به حال در ایران باستان نیست از نظر ایران بوم و زیست محیطی و اینی که جدا تا چند اندازه نباید آلوده کرد آن طبیعت و پرویز رو گفته هایی آمده و چندین برنامه درباره مسائل ما داشتیم. نظر شما درباره آنچه که در حال حاضر داره میگذره، چه از نظر جانورکشی، چه از نظر پیرامون زیست، چه از نظر پرویز و آنچه که جدا که باید پاسداشت اون رو داشته باشیم و افرادی که جدا پاسبان آن میتونن باشن در حال حاضر تحت تعدی قرار میگیرن و زنده زنده سوزانیده میشن و سگ نیز که در اسلام به عنوان یک جانور به هر حال نجس خوانده شده و در فرهنگ جهانی با وفاتر از سگ یافت نمیشه که در کنار انسانیت تا اندازه‌ای که میتونه احساسات فرد رو نیز درک بکنه و انیس و مونس هر فرد تنها و منزوی میتونه سگو باشه و
ما به یاد داریم که یکی از ملکه ها که به یاد ندارم که میلیون ارث خودش رو به سگ خودش حاضر بود به ارث برسونه. چرا اون فردی بود در کنار او بود و نه افرادی دیگه؟ به هر حال خانم دفتریان اگر ممکنه مختصر مسائل رو که جناب آقاپتین اشاره کردن با ما در میون بذارید، بفرمایید. نخست من به شما بانو آوی های رحیمی گرامی و همچنین شنوندگان و بینندگان این برنامه درود میگم و روز خوش بهتون میگم. ببینید دو داستان جداگانه است. من به دو گونه میتونم پرسش شما رو پاسخ بدم. یک اینه که فرهنگ ایرانی که همون فرهنگ زرتشتی باشه که ما از هزارها سال پیش با اون آشنایی داریم که البته ایران دوستان با اون آشنایی دارن، یکی از آیین‌های بزرگش نگهداری از پیرامون زیسته. در آیین زرتشت آلودن خاک، آلودن آب، آلودن هوا و آلودن آتش از گناهان بزرگه و این فرهنگ ایرانی بود که اون سراینده بزرگ ما میگه میازار موری که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است. در فرهنگ ایرانی همه جانوران، همه انسان ها و همه گیاهان جان اسلامی که از 1400 سال پیش به این سو به ما پذیرونده شده به زور، فرهنگ به آتش کشیدنه، فرهنگ که کار بسیار بسیار نکوهی بسیار بزرگی داره. شما نگاه بکنید در کشور ایران خودمون بیاندیشیم، کتاب سوزاندن هایی که در ایران پس از آمدن اسلام رخ داد از بزرگترین به گفته و دهشتناکترین رخدادهایی بود که در سرزمین ما پیش اومد. همینجوری که شما پیش برین میبینین هر کجا که اسلام خواسته از خودش به گفته هستی خودش رو نشون بده، سخن خودش رو به دیگران بپذیرونه، از آتش زدن سود برده. در حالا این در گذشته، از گذشته های دوره هم تو که آپتین جان اشاره کردن که در آغاز اسلام محمد پیامبر اسلام به علی نخستین امام شیعیان دستور داد کشتار بسیار بزرگی از سکا کرده و همون روش امروز داره رخ میده و ما ایرانی ها دوست نداریم، یعنی اون کسانی که پیرو آیین ایرانی هستن ولی در شوربختانه در کشور اسلام زده ما جمهوری اسلامی هستن، کسانی که پیرو آیین های اسلامی هست، تا جایی این اندیشه نادرست در اندیشه مردم مسلمان ایران جایگزین شده که اگر در زلزله های بزرگی که در ایران رخ داده که این سگ هایی که آموزش میبینن در کشورهای اروپایی که با بو کشیدن میتونن برن در خرابه ها، در ویرانه ها و بو بکشن و جان انسان ها رو از مرگ نجات بدن، حتی این سگ ها رو نپذیرفته جمهوری اسلامی. بارها پیش اومده. چرا؟ چون سگه. چرا؟ چون سگ نجس ناپاکه در آیین اسلام، چون سگ ناخوشاینده. بنابراین این روش اسلامی هستش که به جانوران، به انسانها و به گیاهان ارزشی نمیذاره و پاسداشت اونها رو به هیچ رو به دیدش نمیاره و ما گواه رخدادهای بسیاری هستیم از این دست که درختار رو چجوری میبرن برای اینکه ساختمون بسازن که پولش بره تو جیب خودشون، چگونه هوا رو آلوده میکنن با یعنی شهر تهران یکی از آلوده ترین شهرهای جهانه، به گونه ای که مردم، من خیشانی دارم در ایران که تلفن میکنم سخن میگن، میگن امروز من پامو از خونه نذاشتم بیرون، بچه‌مو نذاشتم بره مدرسه. چرا؟ برای اینکه این اندازه هوا آلوده هست که
حتی خود اداره کنندگان جمهوری اسلامی هم میگن پیشنهاد میکنن از خونهاتون تا جایی که میتونین بیرون نیاد. و آب دیگه سخنی ازش گفته، مثلا آبی در اون سرزمین به جان نمونده با خوشسالی هایی که درست کردن که بخوان اون رو آلوده بکنن یا نکنن. و همه چیز رو اون سرزمین به بازی گرفته، این چیزهایی که برای ما ارزش هایی بسیار داشت همه بازیچه دست جمهوری اسلامی شده، که امیدوارم با این رخداد به گفته دهشتناکی که به تازگی رخ داده، که دل هر آدمی رو به درد میاره، که سوزوندن 300 تا سگ در اهواز بوده، ما این رو بایستی که به گستردگی پخشش بکنیم، به آگاهی برسونیم و به هممیهنانمون بگیم بابا این کار نادرست، این کار دهشتناکه، حالا مسلمان هستی باش، ولی چرا جانور بدبختی رو که بیگناه و به تو آزاری نرسونده که هیچ به تو سودم میرسونه، چجور اینجوری با صندلی این رو میکشی؟ بنابراین ما باید پیرو به آیین گذشتمون باشیم که آیینی است دوستدار حیوانات، دوستدار پیرامون زیست، دوستدار انسانها و آشتیجو هست، که همه بتونیم در کنار هم با آشتی و آرامش زندگی کنیم. سپاسگزار که به من زمان دادید. با سپاس از خانم دفرنجان بابتی، اگه ممکنه یک جنبندی بکنیم چه نگاهی ما میتونیم داشته باشیم در پاسداشت جانوران و پیرامون زیست؟ و محیط زیست رو در کارنامه و پیشینه مسلمانان باورمند بگویم، نخستین سوزاندن این بود که موقعی که سعد بن وقاص سپهسالار عرب در جنگ قادسیه پیروز می‌شود و وسیله خیانت بزرگ سلمان فارسی دست پیدا می‌کند به پایتخت ایران تیسفون، در آن موقع 198 تالار ما هنری و کتابخانه‌ای بزرگ داشتیم، زمینی که بغداد شرک دانشگاهی ایران بود است، که بسیاری از دانشجویان و دانشپژوهان از سراسر دنیا به عنوان نخستین دانشگاه جهان در اونجا آموزش میدهند. موقعی که میرسه به اونجا یک پیک مثل عمر میفرسته، که عمر که میگوید یا خلیفه، ما را با این همه آثار باستانی و تاریخی فرهنگ ایرانی ها چه کار؟ این نامه یا پیک سعد بن وقاص و پاسخ اون از جانب عمر دومین خلیفه مسلمین جهان در موزه بریتانیا وجود دارد، مستنده. اون پاسخ میگه میدهد میگوید اگر از قرآن بالاتر است بسوزانی، از قرآن پایین‌تر است نیازی به آن نداری. به 6 ماه تمام سپاهیان مسلمان این آثار علمی فرهنگی ایرانیان، که من در اون کتاب رها از دیوان اسلام اینو صورت شعر بلند بالایی نوشتم، و می سوزنن و بقیرم به رودخانه های دجله و فرات و اروندرود می ریزن. این نخستین در آتش سوزی مسلمان ها بوده. بس سپس روزبه پارسی، این نابغه بزرگ ایرانی که می شود گفت سمبل انقلاب فرهنگی شعوبیان هست و تمام آثار فلسفی و علمی دانشی که از زبان پارسی و یونانی به زبان عربی برگردان، که انقدر این گسترده بود که منصور دوارقی دومین خلیفه عباسی می گوید به قدر این مرد از آثار نیاکان خودش به زبان فصیح و عربی برگردانده بود، که تمام دستگاه و توانایی‌های ما توان جمع‌آوری آن را نداشتند. و اینو دستور میدن، با این حال 36 سالشان بوده، دست و پاشو قطع میکنن، تکه تکهش میکنن، در تنور میندازن و میسوزننش در شهر بصره یا بصره. بعد برگردیم به همین انقلاب پلید اسلامی خودمون. دوباره اومدن سینما رکس آبادان رو سوزاندن، 600 نفر رو جزغاله کردن به دست. یعنی به باور من اگر این کار مسلمان ها انجام نمیدادن، شانس پیروزی انقلاب اسلامیشون به انجام نمیرسید، و این کار رو کردن. از سیستم گسسته پادشاهی هم توانایی آن موقع نداشتن که باز کنن بگوین
ما این کارو نکردیم، مسلمان ها کردن، آخوندها کردن، و با این کار اسلام در واقع میشه و جمهوری اسلامی میشه و گفت پیروز شد با سوزاندن 600 نفر. حالا برمیگردیم بازم به همین کاربرد جمهوری اسلامی. در چند ماه پیش برای که مردمان کرد دلاور سرزمین ایران را در واقع بترسانند و ما از زرچش از مردم بگیرن، جنگل های مریوان را به آتش کشیدن. شما در کجای تاریخ جهانی بینید در جهان همکنون یک مردمی، یک حکومت بیا جنگل های اون سرزمین رو به آتش بکشه؟ و آخرین در واقع دستکار و کارکرد جمهوری اسلامی سوزاندن 300 سگ شما برشمردید که یکی از برجسته‌ترین جانوران جهان که باعث ماندگاری جهانیان هست، سگهای نازنین و وفادار و مهربان و زیبایی هستند که بدین گونه سوزاندن. من اگر زمانی بود برای شما خواهم گفت یک فیلمی رو به نهای فداکاری سگان رو به تصویر کشیدن که واقعا دیدنش برای هر بینندهی، هر انسانی، هر آدمی بسیار لازمه، شایسته و بایسته است. با سپاس از جناب عزیز، زمان باشه به اون چکیده همون فیلم بگم، ولی میتونم بخش بعد. با سپاس از جناب قابطین، اگر ممکنه خانم به دفترگی جمعدی بفهمید در باره نگاهی به پاسداشت جانوران و پیرامون زیست در یعنی رسانه گروهی اپوزیسیون به چه گونه میتونه از این بهرمند بشه، آنچه که در حال حاضر در ایران میگذره و نظام کنونی حاکم بر ایران چگونه میتونه با این مسائل نه فقط از نظر نقض حقوق بشر بلکه نقض حقوق جانوران، گیاهان، مسائل رو بتونه مطرح بکنه که البته برای اپوزیسیون ممکنه افت داشته باشه درباره مسائل صحبت کنه. اونها درباره دیپلماسی باید صحبت کنن، درباره چگونه ائتلاف آینده رو داشته باشن و غیرها، درباره جانوران و زیست محیط و زیست کوب صحبت بکنن ممکنه افت داشته باشه. نظر شما چیه؟ بفهمید. سپاسگزارم. ببینید، من همیشه هر سخنی که میخوام بگم مانند یه راننده خودم رو میبینم که تو آینه جلو که جلو هست پشت سرش رو نگاه میکنه و روبروش هم که خب خواهی نخواهی با چشم میبینه. چرا پشت سرم؟ من اونجوری هستم، هر سخنی که میخوام بگم پشت سرم رو نگاه میکنم. چرا؟ چون از گذشته میتونیم بیاموزیم. ما در گذشته آیینی داشتیم، روش زندگی داشتیم که نگهداری از پیرامون زیست یعنی جانداران، انسانها، گیاهان، هوا، آب، آتش و خاک از برجسته ترین کارهایی بود که هر ایرانی بر خودش، خیشکاری خودش میدونست که اون رو انجام بده. و در این زمینه ما یکی از نخستین سرزمین ها هستیم و یکی از نخستین تمدن ها یا شهرنشینی ها هستیم که به پیرامون زیست بسیار بسیار پاس می داشتیم. ولی اون چه که در جمهوری اسلامی امروز میگذره چنین نیست. اینها آمده اند به دید من همیشه به دوستانم میگم جمهوری اسلامی آمده که ایران رو ویران کنه به هر گونه ای که از دستش برمیاد. در آیین اسلام، در دین اسلام، شما نه به جانور پاس میدارین، نه به انسان پاس میدارین، نه به پیرامون زیست پاس میدارین. انسان رو پاس نمیدارین. چرا؟ چون زن بدبخت بیچاره رو اگر که از آیین اسلام یک ذره سر برگردونه سنگسارش میکنه. اون جان داره ای بی خرد، اون آفریدگار تو چه کار هستی که جان اون رو به اونم به این گونه دهشتناکی میگیری؟ جانوران که همینطور که دوست گرامی من آقای آپتین اشاره کردن که به هیچ رو جای ندارن، پیرامون زیست هم که دیگه میبینیم چطوری. بنابراین ما ایرانی ها باید همزمانی که در
امروز در جهان امروز زندگی میکنیم و باید با پیشرفت های امروزی خودمون رو هماهنگ بکنیم، میباید نگاهی هم به گذشته داشته باشیم و از گذشته خودمون بیاموزیم و از پدران و بزرگان و نیاکان خودمون که این آموزش ها رو برای ما گذاشتن و خوشبختانه با کوشایی و به گفته آزار دیدن های بسیار همیهنان زرتشتیمون امروز به دست ما رسیده، ما اینها رو به گفته آویزه گوشمون بکنیم، بهش انجام بدیم، نه تنها من جاله بیام اینجا بشینم جلوی دوربین بلا 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 سخن بگم، نه، در زندگی روزانه اون رو انجام بدم تا بتونیم این سرزمینی رو که از دستمون رفته به راستی چیزی ازش به جانم مونده این رو دوباره به دست بیاریم. و من پیشنهادم به همیهنان گرامی اینه که به آیین ایرانی بیشتر از اون چه که تا کنون دیده می داشتن نگاه بکنن، چون ما در ایران گذشته چیزی نبوده که نداشته باشیم، از هر چی بخواین سخن بگین ما می داشتیم ولی بهش بی انگار بودیم، بهش نگاه مهرامیزی نداشتیم و از دستمون رفته ولی می تونیم دوباره اون رو به دست بیاریم. سپاسگزار که به من زمان. با سپاس از جناب آقای آبتین از سوئد و خانم دفتریان در این برنامه که نگاهی به پاسداشت جانوران و پیرامون زیست بود از دیروز و امروز. برنامه امروز پادیاوند رو به پایان میرسونیم و خواهش مندیم از یکایک که دوستان کامنت های خودتون رو بذارید، به اشتراک بگذارید و پرسش های خودتون رو مطرح بکنید که ما با یکایک که دوستان بتونیم مسائل رو در میون بذاریم. همینطور که ما میدونیم پادیاوند تریبیون آزادی است برای آزاداندیشان که مسائلی که در رسانه‌های گروهی مطرح نمیشه رو ما در این برنامه بتونیم مطرح بکنیم. با سپاس بی پایان از دوستان عزیز بدرود میگویم. پاینده ایران تا برنامه دیگر. بدرود پاینده ایران.